اینجا زعفرانیه تهران اوج درگیری‌های مسلح سال 60. نیروهای سپاه پاسداران به خونه تیمی رهبر بخش نظامی مجاهدین خلق تو تهران حمله کرده و همه چیز به سرعت تموم میشه. سران ارشد مجاهدین توی این خونه میمیرن و فقط یه بچه زنده میمونه. اینجا اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب بچه به بغل داره شرح ماجرا رو برای خبرنگار صدا و سیما میگه. داستان ما درباره کودکیه که تو بغلشه، اما یه جای کار میلنگه. احتمالاً لاجوردی توی این ویدیو درباره موضوع این بچه دروغی هم چاشنی حرفاش کرده که اون رو هم بررسی میکنیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. این شخص تو سال 1360 تبدیل به یکی از اصلی ترین مخالفان جمهوری اسلامی میشه. موسی خیابانی، فرمانده نظامی سازمان مجاهدین خلق تو ایران که با نیروهای سپاه درگیری های زیادی داشتن. کشمکش ها و درگیری های این دو نیروی مسلح به مکانی توی زعفرانیه تهران میرسه. روز 19 بهمن ماه سال 1360. نیروهای اطلاعات سپاه موفق میشن مرکز اصلی مجاهدین رو محاصره کنن و بعد از چند ساعت درگیری مسلحانه اونجا رو تصرف میکنن. قبل از این زمان و تو تیر ماه همون سال مسعود رجوی که به عنوان رهبر گروه مجاهدین معرفی شده بود از کشور خارج شد و به فرانسه رفته و فرماندهی داخل کشور رو به نفر دوم سازمان داده، به موسی خیابانی که داخل همون خونه ای بود که سپاه تو زعفرانیه تهران محاصره و تصرف کرد. اشرف ربی همسر مسعود رجوی و حدوداً 20 نفر دیگه از نیروهای رده بالای سازمان هم کنار موسی خیابانی توی این خونه بودن که همشون توی درگیری با نیروهای امنیتی سپاه کشته میشن. از بین آدمای ساکن توی اون خونه فقط یه نفر زنده میمونه، کودکی که اینجا توی این ویدیو در آغوش دادستان تهرانه، پسر مسعود رجوی و اشرف ربی که اسمش مصطفی بود. اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تو اوایل دهه 60 بود. قبلا تو دوره محمدرضا شاه چند باری زندانی شده بود. یه بار سال 1343 برای نقش داشتن تو ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران و دفعه بعد هم تو سال 1349 به خاطر حمله به هواپیمای هلال بعد از برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و اسرائیل. هر دو بارم 18 سال حبس شده بود. اما آخرین زندانی شدنش تو دوره شاه که به داستان ما مربوطه تو اسفند سال 1353 بود. لاجوردی به اتهام فعالیت‌های زیرزمینی و همچنین خودداری از پاسخگویی راجع به اقدامات خرابکارانه خود در همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد که روز 27 مرداد 56 هم با اعلام توبه از زندان آزاد میشه. لاجوردی تو دوره زندان از سازمان مجاهدین خلق فاصله گرفته بود. بعد از انقلابم یکی از مهمترین دشمنان این سازمان شد. روز 19 بهمن ماه سال 60 وقتی رهبران اصلی مجاهدین تو تهران کشته شدن، لاجوردی با افتخار جلوی دوربین اومد و ماجرای این درگیری رو شهر داد. جسد اشرف ربی، همسر مسعود رجوی و مادر مصطفی که تو جریان درگیری‌ها کشته شد، کنار موسی خیابانی و بقیه اعضای گروه دیده میشه. لاجوردی، مصطفی رجوی، فرزند خردسال مسعود رجوی و اشرف ربی رو در آغوش گرفته و از انهدام مخفیگاه مجاهدین خلق گفت. اما نکته ای رو میگه که جای تأمل داره. جایی که داره ماجرای نجات دادن مصطفی رجوی رو تعریف میکنه. بهتر این قسمت از حرفاشو کامل ببینید. برای اینکه این طفل معصوم زیر رگبارها از بین نره، جان خودشو به مخاطره انداخت و این طفل معصومو که اسمش مصطفی رجوی است از زیر رگبارها بیرون کشید، ولی خودش مورد اصابت گلوله منافقین قرار گرفت. یادش گرامی باد. لاجوردی میگه که پاسدار برای نجات دادن مصطفی رجوی کشته میشه.
در حالی که خیلی ها این موضوع رو رد کردن. نمونه اش فیلم ماجرای نیمروز یک که داستانش درباره عملیات سپاه برای کشتن موسی خیابانی و اشرف ربیعیه. مهدویان ماجرای نیمروز یک رو بر اساس اسناد به جا مونده از عملیات ساخت. توی این فیلم نشون داده میشه که بعد از تموم شدن عملیات نوزاد رجوی یعنی مصطفی رو توی اتاق پیدا میکنن. یعنی دقیقاً برخلاف چیزی که لاجوردی تعریف کرده. نه کسی به خاطر نجات دادنش کشته شده و نه تیری به سمت این بچه شلیک شده. به هر حال لاجوردی و طبیعیه که پیازداغ ماجرا رو زیاد کرده باشه. تو سالایی که اکثر زندانیهای سیاسی اعلام می‌کردن که تو زندانهای تحت نظارت این فرد شکنجه شدن، لاجوردی همه رو دروغ اعلام می‌کرد و می‌گفت اتفاقاً ازشون پذیرایی هم شده. برگردیم به ادامه داستان مصطفی رجوی. دادستان تهران در حالی که مصطفی رو در آغوش داره خطاب به پدر بزرگ کودک یعنی پدر مسعود رجوی میگه که میتونه برای تحویل گرفتن کودک به دادستانی مراجعه کنه. اینجا لازمه مقداری در مورد مسعود رجوی و اشرف ربیعی مادر مصطفی بیشتر بدونیم. مسعود رجوی که به عنوان رهبر گروه مجاهدین خلق در ایران شناخته میشد تو طول دوران زندگیش 3 بار ازدواج کرد. اولین بار با اشرف ربیعی و تو سال 1358 بود. اشرف ربیعی تحصیل کرده رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف بود و از سال 50 با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بود و گفته شده که اون نقش موثری در عضوگیری و سازماندهی زنان در سازمان مجاهدین داشته. ثمره این ازدواج پسری به اسم مصطفی بود. دومین ازدواج مسعود با فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر بود که به خاطر اختلاف با بنی صدر به طلاق رسید و در نهایت سومین ازدواجش با مریم قجرزدانلو بود که بعداً به مریم رجوی تبدیل شد. این ازدواج یکی از بحث برانگیزترین اقدامات رهبر گروه مجاهدین بود که تو سال 64 و زمان کوتاهی بعد از جدایی مریم قجر از همسر سابقش انجام شد. گفته شده که مریم زمان ازدواج با مسعود رجوی یه دختر 3 ساله به اسم اشرف داشت. پس مصطفی تنها فرزند مسعود رجوی از 3 ازدواجش بود که چند روز بعد از تموم شدن عملیات سرکوب مجاهدین به پدر بزرگش که ساکن مشهد بود تحویل داده شد. مصطفی دوره کودکیش رو تو ایران می‌گذرونه و تو سن 12 سالگی توسط مجاهدین و با هماهنگی مسعود رجوی از طرف مرز کردستان از کشور خارج میشه و به فرانسه میره. اسم مصطفی بعد از ورود به فرانسه تو تشکیلات مجاهدین به اسم محمد رجوی تغییر پیدا میکنه. مدتی تو فرانسه مشغول تحصیل میشه تا اینکه با دستور پدرش به پادگان اشرف تو عراق میاد. پادگان اشرف مدت‌ها پایگاه اصلی نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران تو عراق بود و از روی اسم مادر محمد یعنی اشرف ربیعی به این اسم معروف بود. اما ماجرای رفتن مصطفی به فرانسه و اعزامش به عراق به خاطر دستوراتی بود که توسط رجوی صادر شد. تو سال 68 و بعد از شکست سنگین مجاهدین از ایران تو عملیات مرساد که خودشون اونو فروغ جاویدان میخونن، رجوی موضوع طلاق‌های اجباری اعضای سازمان رو پیش کشید و اینکه هیچ کدوم از اعضا حق ندارن بجز سازمان و اهداف اون علاقه و دلبستگی دیگه‌ای حتی به همسر و فرزندان داشته باشن. چند سال بعدم کودکان رو از پدر و مادرشون گرفت. همزمان با جنگ عراق و کویت رجوی با این بهونه که جنگ برای کودکان خطرناکه اونا رو از خانواده ها جدا کرد. به اروپا برد و تو پانسیون های متعلق به سازمان نگهداری کرد. سالها بعد وقتی پادگان اشرف با کمبود نیرو مواجه شد این بچه ها رو که عموماً نوجوان بودن به پادگان اشرف برد و در این بین مصطفی که حالا اسمش محمد شده بودم با این نوجوان ها به اشرف برده شد. محمد بعد از ورود به اشرف اونقدر از شرایط ناراضی بود که از همون روزای اول سر ناسازگاری گذاشت و برای پنهان کردن نارضایتیش اون رو تو خونه جدا تو پادگان اشرف جای داده بودن و انواع و اقسام امکانات رو برای راضی نگه داشتنش در اختیارش میذاشتن. مسعود رجوی تلاش میکرد تا با حضور پسرش تو اشرف به همه نیروهای سازمان القا کنه که هیچ استثنایی در کار نیست
ولی نه تنها شرایط زندگی محمد توی پادگان با بقیه متفاوت بود، بلکه وقتی دیدار خانواده ها با فرزندانش توی اشرف ممنوع بود، محمد هر موقع که میخواست میتونست پدرش رو ببینه. با این حال محمد که توی اروپا درس خونده و بزرگ شده بود، کل پادگان رو زندان میدونست و با وجود داشتن 6 تا محافظ تصمیم به فرار از پادگان اشرف گرفت. اون با همراهی چند تا از دوستان همسن و سال خودش با یه خودروی نظامی شبونه به سیمخاردارای اطراف پادگان اشرف زد و در حالی که سعی داشت از روی سقف کامیون به اون طرف سیمهای خاردار بپره، به وسیله یکی از محافظینش دستگیر شد. عده‌ای که همراه محمد بودن همه‌شون به انفرادی منتقل شدن و به شدت تحت فشار و شکنجه قرار گرفتن، ولی محمد فقط به اتاقش منتقل و در اونجا حبس شد. بعد از سقوط حکومت صدام و ورود آمریکایی‌ها به عراق، کم کم آمریکایی‌ها به سراغ پادگان اشرف و ساکنان اونم رفتن تا از وضعیت پادگان مطلع بشن. به نقل از بعضی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق، نظامیان آمریکایی چندین بار درخواست صحبت با پسر مسعود رجوی رو داشتن و هر بار با مخالفت شدید سرکرده‌های سازمان روبرو می‌شدن. اونا تلاش می‌کردن تا مواضع محمد در برابر سازمان مخفی بمونه. وقتی قرار میشه پادگان اشرف تعطیل بشه، محمد همراه با بقیه اعضا به لیبرتی منتقل شد. لیبرتی پادگانی نظامی تو نزدیکی فرودگاه بغداد بود که به عنوان پادگان نظامی نیروهای آمریکایی بعد از اشغال عراق و تا زمان تخلیه این کشور مورد استفاده قرار گرفت و بعد از تعطیلی پادگان اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق در لیبرتی ساکن شدند. حدود سال 1395 این کمپ هم تعطیل شد و افراد سازمان مجاهدین خلق به کشورهای اروپایی و بیشتر به آلبانی منتقل شدند. در جریان این انتقال محمد به نروژ فرستاده شد. اون که دیگه نوجوان نبود که با فشار و محدودسازی اعضای رده بالای سازمان امکان صحبت کردن علیه تشکیلات رو نداشته باشه، چندین بار از سازمان مجاهدین خلق انتقاد کرد و اعلام کرد که از این سازمان جدا شده و در حال حاضر با اسم مستعار در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. اواخر سال 97 فایلی صوتی از محمد یا همون مصطفی رجوی، پسر مسعود رجوی، منتشر میشه که علیه سازمان مجاهدین افشاگری کرده و از شکنجه شدن و آزار و اذیت خودش و تعدادی از نیروهای منتقد سازمان توسط مجاهدین خبر داده. مصطفی توی این فایل صوتی که چند سال پیش و قبل از اینکه سازمان مجاهدین اردوگاه اشرف رو ترک کنه ضبط شده، از 3 روز حبس و شکنجه خودش خبر میده و میگه بر اثر این شکنجه و حبس روانی شدم. از این موقع به مدت 3 روز توسط سازمان مجاهدین حبس، محاکمه و شکنجه روانی شده. اون توی این افشاگری میگه رهبران مجاهدین برای سفیدسازی جرائمی که در حق من مرتکب شدن، من رو وادار به نوشتن اعترافات دروغین علیه خودم کردند. و در انتهای فایل صوتی اشاره میکنه که نکات دیگه‌ای در رابطه با وضعیت اردوگاه اشرف و مناسبات سازمان مجاهدین دارم که در آینده به اطلاع افکار عمومی خواهم رسوند. زندگی مصطفی رجوی واقعا دردناک بوده. انگار تنها گناه زندگیش این بوده که توی خانواده حزبی افراطی به دنیا آمد. بچه بود که همراه مادر مسلح و اعضای ارشد سازمان از این خونه به اون خونه برده شد. یه نوزاد که بین اون همه گلوله زنده مون تا تصویرش توی آغوش لاجوردی دیده بشه. بعدم پدرش رو قهرمان بدونه و با 1000 تا آرزو بره پیشش، اون وقت تازه بفهمه که زندانی شده. مصطفی رجوی نمونه واقعی زندگی تو شرایط بده. زندگی تحت ایدئولوژی های غیر قابل تغییر. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.